بی تردید اگر در جامعه دهانها بسته شود و قلمها شکسته شود، اعتماد عمومی در اون جامعه از بین خواهد رفت و چشمها و گوشها به سمت امکانات ارتباطاتی بیگانگان قرار خواهد گرفت. بگذاریم میدان قلم و میدان بیان میدان بازی باشد تا حقایق برای مردم و جامعه تبیین شود. البته آزادی بیان باید با در نظر گرفتن شرایط تاریخی، شرایط فرهنگی، شرایط دینی و مذهبی و شرایط اجتماعی اون کشور و اون جامعه باشد. به بیان دیگر، دولت معتقد به آزادی مسئولانه است. با فشارها، با شیوه های پلیسی مسئله فرهنگی حل شده بود که امروز نباید بعد از گذشت اون سالها باز هم نگران فرهنگ جامعه‌مون باشیم. مشکل اعتیاد، مشکل طلاق، مشکل اختلافات اجتماعی، مشکلات مربوط به شکاف‌های اجتماعی، نادیده گرفتن قواعد بازی در مسائل سیاسی، بسیاری از مسائل و مشکلات اخلاقی و اجتماعی که امروز با اون مواجه هستیم، بخش بزرگ آن مربوط به ضعف در حوزه فرهنگ. امروز فرهنگ در اختیار کیست؟ من خوشحالم که به ندای مقام معظم رهبری وزیر فرهنگ و ارشاد بلافاصله پاسخ دادن، کار بسیار درستی بود. اما چه مقدار از مسائل فرهنگی ما در اختیار آقای وزیر هست؟ چه مقدار بودجه فرهنگی در اختیار بخش‌های فرهنگی دولتی است؟ چند برابر بودجه‌ای که در اختیار دولت به معنی قوه مجریه در زمینه فرهنگ است در اختیار نهادهای دیگر است؟ در اختیار مراکز دیگری است که از بودجه عمومی بهره برداری و استفاده می کنند. نیازی به نام بردن اونها نیست. اگر با این حرف ها فرهنگ درست می شد، می بایست همه امروز اظهار رضایت می کردیم. امروز بودجه عظیم فرهنگی در اختیار نهادها و بخش هایی است که لااقل تحت نظارت قوه مجریه کشور به معنی خاص کلمه نیستند. البته شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این امر باید بیندیشد و مسیری را در پیش گیرد تا بدانیم بخش فرهنگی ما
با بودجه عمومی که در اختیار میگیرد چه میکند؟ اینکه چقدر کتاب چاپ شد، تیراژ کتاب چه مقدار بود، چقدر سی‌دی منتشر کردیم، این آمار فرهنگی نیست. اثر اون کتاب‌ها چه بود؟ اثر اون همه سرمایه گذاری در بخش فرهنگ چه بود؟ اگر اثر خوب بود، پس چرا امروز همه نگرانند و همه ناراحتند؟ پس باید راه دیگری را برگزینیم و انتخاب کنیم. امروز حتی اگر در بخش مطبوعات ما نگاه کنیم، ببینید در بخش مطبوعاتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند چقدرند؟ مطبوعاتی که یا رسانه از بودجه خاص قوه مجریه استفاده می کنند چقدرند؟ بخش خصوصی ما چه مقدار فضا دارد؟ اگر بحث اعتدال هست، اگر بحث توازن هست، من نمیگم بخش رسانه به بخش مردمی و بخش خصوصی واگذار کنیم، نه، یک توازنی، یک تعادلی. چه مقدار خبرگزاری ها، چه مقدار سایت ها، چه مقدار روزنامه ها، چه مقدار مجلات در اختیار نهادها و بخش هایی است که از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و چه مقدار در اختیار بخش خصوصی است؟ پایداری مطبوعات یا رسانه های بخش خصوصی ما چه مقدار است؟ اشاره شد به 170 و چند سالی که جریده و روزنامه و مطبوعات در کشور ما شروع شده و آغاز شده و 30 و چند سالی که از انقلاب اسلامی گذشته است. به روزنامه ها نگاه کنید، جز یکی دو روزنامه‌ای که اونها هم از بودجه عمومی استفاده می کنند، بقیه روزنامه ها عمرشان چند ساله است. و چرا این نهال به درخت تنومند تبدیل نمی شود و چرا پرثمر و پربار نمی شود؟ چرا بخش مطبوعات ما، جرائد ما، رسانه های ما استقلال پیدا نمی کنند، روی پای خود نمی توانند بایستند؟ دولت یکی از وظایف خود را ایجاد این تعادل و توازن می داند. از ابتدا دولت معتقد بوده، امروز هم معتقده، که فرهنگ باید به اصحاب فرهنگ واگذار شود. اندیشمندان، صاحب نظران، انجمنهای تخصصی، انجمنهای حرفه‌ای با قانون شفاف. حاکمیت با قانونه. اما قانون باید قانون روشن و شفافی باشه. چه راجع به مطبوعات، چه راجع به رسانه‌ها، چه کتاب، چه فیلم، همه اینها، همه بخش‌های مختلف. امروز ساختن افکار عمومی در مسیر توسعه اهمیت دارد، در مسیر تعالی اهمیت دارد، در مسیر اخلاق و معنویت اهمیت دارد. آیا اخلاق حرفه‌ای در زمینه رسانه‌ها
رو به توسعه است، رو به تعالی است، تهمت ها کم شده، اتهامات کم شده، سخنان ناروا کم شده، دروغ کم شده. اگر این چنینه پس ما موفق بودیم، و اگر نشده باید ببینیم اشکال کار کجاست. ما آزادی مسئولانه همه رسانه‌های ارتباطی را ارج می‌نهیم و از همه صاحبان فرهنگ و قلم و بیان می‌خواهیم که برای آن که اذهان و افکار در مسیر منافع ملی و مصالح ملی قرار بگیرد، واقعیت‌ها رو بگیم به مردم، شعارها رو کم کنیم، مشکلات جامعه رو برای مردم تبیین کنیم. معضل ما در جامعه فقر است، هم فقر اقتصادی هم فقر فرهنگی. معضل ما در جامعه نبود اخلاق حسنه است. معضل ما امروز در جامعه نبودن اعتدال است. افراط‌ها آنچنان که گویی باید منزوی باشیم و درها بسته باشد، تفریط‌ها به گونه این که گویی باید هویت اسلامی و ایرانی ما روز به روز تضعیف شود. ما دنبال اعتدال در این جامعه هستیم. افراط‌ها و تفریط‌ها رخت بربندد. توازن در امنیت هم مورد نیازه. مطبوعات ما باید و رسانه‌های ما در کل باید دارای امنیت باشند و برای کشور امنیت آفرین باشند. اینکه دارای امنیت باشند، چرا برخی از مطبوعات دارای دژ پولادین هستند؟ هیچ کس جرأت نمی‌کنه به اونها نزدیک بشه، نه قوه اجراییش نه قوه قضاییش. بالاتر از دژ پولادین خود را قیم میپندارند. نه قیم تنها برای دولت، نه تنها قیم برای احزاب و جناها، که حتی قیم برای مردم. تمام مطبوعات و رسانه ها دارای اختیارات و حقوق مساوی هستند. اگر کسی خود را برتر میپندارد، این دولت او را برتر نمیبیند. همه باید دارای امنیت مساوی باشند. هر کس خطا کرد، با خطاکار باید برخورد شود. هیچ کس نباید خود را در حصار امن احساس کند. در این زمینه دولت معتقد است توقف‌ها، توقیف‌ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل. ممکن است مطبوعی، جریده‌ای خطا بکنه یا مرتکب اشتباه بزرگ بشه،
اولین قدم اینه اگر میخواهیم برخورد بکنیم با نویسنده، با مدیر مسئول، چرا کل اون رسانه بسته بشه و عده‌ای از عزیزان ما که اونجا دارن کار میکنند در بخش‌های مختلف به خاطر خطای یک نفر همه بیکار بشن؟ اشکال نداره اگر نویسنده‌ای خطا میکنه با او برخورد قانونی بشه. اگر خدای ناکرده فردی خیانت میکنه، به مقدسات احترام نمیکنه، به منافع ملی احترام نمیکنه، با او برخورد بشه، با نویسنده، با مدیر مسئول. چرا با همه؟ چرا قدم اول توقیف و توقف؟ اشکال نداره گاهی ممکنه نیاز باشه به توقیف هم کشیده بشه، اما چرا اینقدر عجله؟ چطور امروز برخی آزادند و برخی از این آزادی سهمی اندک در اختیار دارند؟ منتقدان دولت، مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همون اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند. نقد کنند، مخصوصا نقد سازنده، این افتخار برای دولت هست. من هم در هیئت وزیران هم به مسئولین گفتم یا شکایتی از طرف دولت نباید باشد نسبت به روزنامه، رسانه، و یا باید به حد اقل ضروری اکتفا شود. شما میبینید امروز انتقاد صریح میکنن که حق اونهاست، گاهی حتی اتهام میزنند، دروغ مطرح میشه حتی نسبت به اون موارد هم دولت وارد عمل نشده و شکایتی رو مطرح نکرده، فقط از طریق مسئولین به اونها تذکر داده شده که این حرف ناصحیحه، نادرسته. حتی علیه شخص رئیس جمهور سیدی پخش میکنن، معلومه با آدرس. ما فقط گفتیم به اونها بگن این قسمت‌های سیدی ناصحیحه، بدانند. بگذاریم ما در مسیری قرار بگیریم که ملت ما، کشور ما شایسته اون مسیر است. بگذاریم معضلات جامعه حل و فصل شود. فقط مشکل ما مشکل جناحی و سیاسی و حزبی است؟ ما در محیط زیست مشکل نداریم؟ نباید بخشی از وقت، توان پیرامون محیط زیست مصرف شود؟ محیط زیستی که در شهرهای بزرگ، در کلان شهرها، سلامت مردم امروز در معرض خطر هست.